وقتی تابستان میشه یکی از بیماری های بسیار شایع در بین کودکان اسهال هست که شما شاید کسانی که طفل دارن تجربه کرده باشین و اعلانات مختلفی هم هست که از طرف وزارت صحت عامه پخش میشه به خاطر از اینکه بر مردم اطلاع رسانی شه تا اینکه چطور شما کودکانی که دچار اسهال میشه را تداوی کنین و بر مردم این اطلاعات داده میشه، اما گویا این اطلاعات کافی نیست و مردم وقتی هوا گرم میشه کودکانشان بسیار زیاد مریض میشه و به شفاخانه ها میرن و نمیتونن درست کنترل کنن امی بیماری های کودکانشان را. امروز ما در بخش حال شما در رابطه با اسهال در کودکان صحبت میکنیم. شما هم اگر سوالی دارین تماس بگیرین 86 56، و مهمان ما در این بخش دکتر نجیب سهرابی هستن، متخصص داخله اطفال. سلام، صبح بخیر، خوش آمدین. سلام، صبح شما بخیر و صبح تمام بینندگان بامداد خوش بخیر. بسیار خوش آمدین دکتر صاحب. و شما هر آن سوالی که دارین همکارای ما چشم برای تماسهایتان هستن و ما هم چنان چشم برای تماسهایتان هستیم. 86 56 شما را مستقیماً با استودیوی ما وصل می‌سازه. دکتر صاحب، از اسهال شروع می‌کنیم. می‌خوایم که اینا بدانیم که اسهال در کودکان چطور شروع میشه. خب اول بگیم که اسهال چی است. بله. هر زمانی که یک طفل یا هر شخص دیگه اسهال مواد غایطه آبگین را دفع بکنه و یا حداقل در مدت 24 ساعت سه بار و یا بیشتر از سه بار مواد غایطه آبگین را دفع بکنه، به این اسهال گفته میشه. در کودکان هم همه قسم است؟ در کودکان هم به این شکل است، بله. و معمولا خود اسهال اشکال مختلف داره، یکی به شکل آکیوت واتری دایریا یا اسهال آبگین است. بله. یا اسهال حاد آبگین است که معمولا به شکل آبکی می باشه، به شکل آب، یعنی محتویش بیشتر به شکل آب است. و دیگه اسهال خونی داریم که در خود مواد غایطه که طفل دفع میکنه خون دیده میشه، و ای که به شکل خود ما با چشم خون میبینیم، و ای که وقتی که ماینات میکنیم در جریان ماینات ما میبینیم که خون وجود داره. و دیگه نظر به مدتش است، در صورتی که اسهال به مدت 14 روز یا بیشتر از این دوام بکنه که به نام اسهال پایدار یا پرسیستنت در یاد میشه، که اکثرا در افغانستان اسهالات انتانی بیشتر است. بل. و اسهال میتونه که به شکل مختلف آغاز شوه، طوری که قبلا ذکر کردیم پیش از البته برنامه، که یگانه علتی که زیادتر در افغانستان اسهال نزد اطفال اتفاق میفته زیادتر انتانی هست، و خصوصا در نزد اطفال زیر 5 سال علتش خوشبختانه ویروسی هست، به این معنا که زیاد کشنده و خطرناک نیست. اما نظر به غفلتی که در افغانستان وجود داره یا نظر به عدم آگاهی مردم، خود اسهال نظر به اینکه مایات خود ازای میکنه و فامیل نمیفهمه که چه رقم دوباره بتونن وقتی که اسهال زیاد مایع ازای میکنه و وجود طفل کم میکنه چطور بتونن دوباره مایات وجود تنظیم بکنن، در حدود نظر به نظریه که یونیسف داده 26 طفل در افغانستان در روز از بابت اطفال فوت میکنن. بله دکتر صاحب، امی فصل و امی ما بیشتر دیده میشه اسهال در اطفال، علتش چی بوده میتونه؟ یکی رشد مگروب در این فصل بیشتر هست. یک و... تماس داریم. سلام، صبح بخیر، بفرمایید. بله. سلام، صبحتان بخیر، میشه کمی بلندتر صحبت بکنین، بگوین از کجا تماس گرفتین؟ ما سلام به شما، سلام به دکتر صاحب. به خاطر اسهالات یک سوال داشتم. بفرمایید. من دخترکم 1.5 سال است، بسیار به این ماهی که پیش از ماه روزه تا میال بسیار اسهال میشه. بله. تماس تان قطع نکنین. دکتر صاحب ببینیم که سهرابی سوالی از شما داره. دکتر صاحب سوال دارین از شما؟ خوب تر است پرسان کنیم. روز چند بار اینا به تشناب میرن مادر جان؟ زیاد میرن، شب زیاد دلبد میشن. پیش دکتر صاحب مراجعه کردیم، دوا داد، سرم داد، خوب نشدن. مادر دقیق چقدر وقت میشه؟ یک 4-5 روز باید مانده بود دیگه بالا زمین. خب اینطور خوب میشه؟ دوباره اسهال میشه؟ 15 روز میشه دکتر. خب مادر جان اینطور اسهال میشه باز دوباره خوب میشه؟ باز دوباره اسهال میشه یکی اسهال دوامدار هست؟ نه نه نه
خوب میشه باز سال میشه. خب در مواد غایتیش خون دیده میشه یا بلغم است؟ نه خیر نه خیر نیست، چیزم تا آوره دلش میره حالا. خب روز چند بار میره مادر جان؟ بله. خب بسیار تشکر، تماسشان قطع شد و 15 روز گفت که میشه مریض هستن، 1.5 سال هم عمر دارن. خب طوری که قبلا گفتیم در صورت که اسهال بیشتر از 14 روز دوام بکنه این اسهال به نام اسهال پایدار یا پرسیستنت یاد میشه. بله. و معمولا علت زیر انتانات تشکیل میده و خوبتر است که نزد دکتر اینا مراجعه بکنن و هر طفلی که مدت 3 روز اگه سالشون خوب نشه اینا باید پیش دکتر مراجعه بکنن، در صورتی که استفراغات دوامدار داشته باشه، اسهالاتشون بسیار زیاد شوه و چیز خوردن نتونن، نشتهاشون خراب شوه، اینا خوبتر است که از نزدیک پیش دکتر مراجعه بکنن تا دکتر ارجابی بکنه که علت اصلیش پیدا بکنه. خب شما قبل از تماس روی علتاش صحبت میکردین. خیلی از کسا با این باور هستن که حتی تغذیه با شیر خشک و شیر حیوانات هم گاهی اوقات باعث ایجاد اسهال در کودکان میشه، نظر شما چی هست؟ خب خوبتری است که سازمان صحی جهان امیر پیشنهاد میکنه که تا 6 ماه باید جدی شیر مادر داده شوه و در صورتی که ما بعد از 6 ماه دیگه غذای متمم را شروع میکنیم، خوبتر است که شیر مادر تا 2 سالگی دوام بدیم و در پولیش خوبتر است که ما غذای که شروع میکنیم بسیار مثلا پاک و صحی باشه و شیری که دوباره شروع میشه مثلا شیر گاو اصلا برای اطفال خوب نیست، خصوصا که کمتر از 1 سال باشه، در صورتی که اطفال اسهال می باشه از دادن شیر گاو باید کاملا جدی پرهیز شوه و تمام از تمام لبنیات بجز ماست. ماست بسیار موثر است، میتونه که در مدت اسهال و شدت اسهال کمتر بکنه، اما دیگر لبنیات باعث تجدید اسهال میشه و خوبتر نیست که برشان داده شوند. بله دکتر، با کودکانی که اسهال هستن از غذا میشه صحبت بکنیم که چی و از صدایی که در خانه میشه مراقبت های خانوادگی میتونه کمکشان بکنه؟ خب اسهال ها فرق میکنه، اسهال یکی ما به شکل خفیف داریم که طفل اسهال است اما مایعات خود زیاد ضایع نکرده، ما باز چون دستبندی میکنیم اطفالی که کمتر از 5% مایع خود زایی کرده باشه باز ما داریم میفهمیم کدام مرض دارن. بله. و تا 5 تا 10% و بیشتر از 10%، بیشتر از 10% و نوع بسیار شدیدش است که نیاز به تداوی شفاخانه داره. اما در صورتی که میبینین طفلتان خوب است، صحتمند است اما اسهال است، اسهال است میشه که امو شیر عادی که روزانه برش میتین رو دوام بتین برش مایات بیشتر برش بتین، مثلا اگر طفل کمتر از 6 ماه تنها شیر مادر میخوره، اگه قبلا در 3 ساعت بعد شیر میخورد مادر باید خوبتر است که شیر خود زودتر برش بده، شیر مادر قدر بیشتر داده شد و اینم قدر مایت بدن تنظیم می باشه. و در صورتی که اگر ما در از مرکز دور هستیم، از محیط که به شفاخانه نزدیک باشد دورتر هستیم، بسیار گپ عادی گپ خوب از ما میتونیم ORS در خانه جور بکنیم. بله. یک محلولی است که همین محلول ORS، ما میخواستیم بپرسیم چی هست که در اعلانات هم ما میبینیم که میگن از محلول ORS استفاده کنیم. محلول ORS طبعا وقتی که یک هر شخصی که مصاب به اسهال میشه اینا علاوه از اینکه آب وجودش ضایع میکنه، نمک وجودش هم ضایع میشه که سدیم، پتاسیم، بایکربنات، کلور، اینا هست، اینا ضایع میشه و ما ORS که جور میکنیم ORS دوباره اینمی مایات بدن تنظیم میکنه. بسیار ساده در خانه 4 لیتر یا 1 لیتر آب میگیریم، 4 گلاس، 6 قاشق بوره مندازیم، 1 قاشق نمک، اینمی خودش یک محلول ORS بسیار ساده در خانه ترکیب میشه. قاشق چای خوری البته قاشق چای خوری ترکیب میکنیم و هر زمانی که طفلک مواد غایتی خود دفع میکنه میشه برش بتیم، بسیار ساده و فرق میکنه. در صورتی که اگر طفل کمتر از 2 سال است میشه که از نیم گلاس نیمش که ما 50 الی 100 میلی لیتر میگیم بعد از هر دفع مواد غایتی برش داده شود، در صورتی که بالاتر از 2 سال است تقریبا از حدود نیم گلاس تا 1 گلاس میشه برش از اون محلول ORS که در خانه ترکیب میکنیم یا از بازار میگیریم، خوشبختانه در هر جای است، قابل دسترس است، میشه که برش تهیه بکنیم برش بده. غذایی هست که باید پرهیز کنن ای کودکان یا مادرها برشون نباید کدام غذاها را بتن؟ بله غذایی که خصوصا کسایی که اطفالی که زیر سن 5 سال هستن و به اسهال مصاب میشن خوبتر است که از غذای بسیار قوی جلوگیری شه، مثلا لبنیات طوری قبلا ذکر کردم برشان خوب نیست، لبنیات دوگام اسهالشون را بیشتر میسازه و غذایی که
مثلا آب میوه، آب میوه دادنش خوب نیست چون یک نامواد داره که اینا سال دیگه تجدید میکنن، سوربیتول دارن. ولی یک تعداد کسا میتن، یک تعداد کسا میتن که گپ خوب نیست، گپ خوب نیست. شیر بسیار غلیظ جور میکنن، گپ خوب نیست. شیر دادن خود شیر پودری وقتی که سال باشه سال تجدید میکنن. و در صورتی که تنها طفل با شیر پودر تغذیه میشه و شیر مادر نمیگیره، خوبتر است که به طور عادی که قبلا جور میکردیم به مو شکل با شیر جور شوه برش داده شوه، اما شیر غلیظ نباید شوه. و آب سیب خوب نیست، اما در صورتی که از سیب جوز جور شوه، مثلا تمام سیب اگر ما جوز جور بکنیم بر طفل بدیم بسیار خوب است. اما آب سیب تنها خوب نیست. بله دکتر سیب سرابی، بعضی مادرها، بعضی بزرگای فامیل به این باور هستند که خسته ام او را میگیرن میچکن، و ما در اطراف مثلا بعضیا به می دیدگاه هستند که میتونه کمک بکنه کسایی که اسهال هستند. آیا کمک میکنه واقعا؟ خب تداوی خانگی ما بیشتر داریم واقعا، خسته ام اعصاب و سنا را میگیرن و بعضی چیزا دیگه هست دیگه که بسیار ترخ استفاده میکنن. بلی. میتونه بسیار موثر واقع شه. بلی مثلا تداوی خانگی لیمو، اگر شما یک طفل مصاب به اسهال باشه، لیمو بسیار یک موادی است که هم تاثیرات ضد التهابی هم تاثیرات ضد باکتریال داره، میکروب از بین میبره. اگر هر 2 ساعت یا 3 ساعت بعد یک قاشق لیمو برای طفل داده شوه، واقعا اسهال شب سال خوب میکنه. عسل اگر با نعنا و لیمو یک جای شوه بسیار خوب تاثیرات خوبتر داره، اسهال از بین میبره. و جلوگیری از دادن مایات، ببخشید، جلوگیری از میوه‌جاتی که خودش باعث اسهال میشه و خصوصا میوه‌جاتی که پاک شسته نمیشه. کدام میوه‌ها خودشان باعث ایجاد اسهال میشه؟ ببینین اطفال زیادتر به بیرون میرن و از میوه‌جات زیادتر استفاده میکنن که اونا زیادتر که مواد کیمیاوی پخته شده و طبعا اونا آگاهی ندارن که او رسایی بشوین. امیر که استفاده میکنن خودش باعث تسمم و باعث اسهال و استفراغ میشن ازشان. بله. بسیار تشکر دکتر سه. سلامت باشین، نزدیک امروز تشریف آورده. شما اگر نتونستین صحبت های ما را کامل ببینین، تکرار برنامه را میتونین تماشا کنین و این بخش برنامه را دوباره میتونین در یوتیوب تماشا کنین. وقفه میگیریم. بله.